یک موج عظیم از تبلیغات هم امی قضیه که از در مسئله خانم شکریه که شما گفتین، اینا بحث هایی است که تبلیغات است، که تبلیغات امرای ازی یک جای می سازن. شعرانه ایتا سوال کردن که باید جواب یک چیز بتیم که هنوز ما آمادگی و امورا پورا را هم درست نخوانیم، مگرم یک موضوع را برتان بگویم که اول خو رابطه با پاکستان قطع نقطع قطع تاثیر زیاد نداره، ما کدام رابطه تابال هم خوب نبوده. شما سید شهدا را یاد کردین، آیا او نشانده روابط خوب است یا انفجاری که در لوگر صورت گرفت او را او نشانه روابط خوب است، حمله ای که سر لغمان صورت گرفته او را نشانه روابط خوب است، یا حملاتی که در قندار و در هلمند صورت گرفت که لاشایشان کلشان پس به مو یک سر حد رفتن او را نشانه روابط خوب است؟ روابط خوب نیست که ما می خواهیم سرش کار کنیم، یعنی روابط خوب نیست، نه خوب بودن نه بودن. ما توقع ما از بازم میگم که از پاکستان این است که شما به او بسیار خوب اشاره کردین، اگر می خواهیم که روابط خوب شوه امو نیروهای غیر رسمی و تروریستایی که در پاکستان حضور دارن با اونا جای نتن، رابطه خود با اونا قطع کنن، با تروریستا روابط خود قطع کنن و مصرف خود بیاین سر روابط نیک و حسنه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسازه، با جای گروه های تروریستی و افراد و گروه هایی که تمام روز تشنج و بدبختی را به افغانستان میارن بار میکنن. به فکرم کافی است، دورندش سر. تشکر. در مورد حادثه سید شهدا چیز را که من میخوایم به شما فعلا شریک بسازم، در این مورد ما زیاد نشستایی داشتیم، در پارلمان هم در این باره صحبت شد، در مشلان و جرگام صحبت شد و با خود وکیل صاحبای مجمع اهل تشیع هم صحبت شد. ما در قسمت از این حمله کار ما جریان داره، با او جواب کال براتان بسیار واضح بگویم که این فرد بود و ایره دستگیر کردیم، تالا به اون نرسیدیم اما نزدیک رسیدیم. انشالله که به زودی ما عامل اصلی از این حملات برای شما معرفی خواد کردیم و طبعا که او مجازات خودم میشه. بحث از اینه که خب در این حادثه ما به او جایی که میخواستیم برسیم نرسیدیم، اما در حادثه لوگر رسیدیم. ما هم کسایی را که دخیل بودن، شبکیش کی بود، کل چیزها را به دست آوردیم، گرفتیم، مطلق شبکه حقانی بود، برایشان همی رقم پلان و دستور داده شده بود و کسی که موتر انتحاری را آورده بود و در این نقطه رسانده بود، فقط حال کار ما سر از او آدم جریان داره که در ساحات خود پنهان کرده، که طبعا عملیات ما در او قسمت مشکلات خود داره. در مورد سید شهدا فقط چیزی که ما میخواییم از شما، از ملت ما، وقت بر ما بتین، ما به این میرسیم. اما در قسمت از این که دشمن آیا از این حملات استفاده نمیکنه، در آینده اونا هدف اساسیشون چی است؟ که نقاط را بزنن یا نقاط را انفجار بتن که این یک سوء تفاهم بسیار قوی را بین حکومت و مردم به وجود بیاره. و در پهلوی از این اگر شما متوجه باشین، یک موج عظیم از تبلیغات هم امی قضیه که از در مسئله خانم شکریه که شما گفتین، اینا بحث هایی است که تبلیغات است، که تبلیغات امرای ازی یک جای می سازن تا ذهن مردم خراب بسازن و ایتو نشان بتن که در پشت ازی حادثه دسیسه است یا کسای دیگی است. اما دشمن روشن است، معلوم است. از حادثه شفاخانه سبستر نفرش پیش ماست، اعتراف داره، سرش محکمان فیصله کرده. حادثه ای که در پانتون کابل شد، همه ما و شما می فهمیم که عاملینش مشخص هستند، به می شکلی هم مشخص میشه، اما برای ما باید کم وقت داده شود. چیزی را که پیشتر هم سرش تاکید شد که دشمن در کنار از این حملات یک جنگ تبلیغاتی قوی را میخواهد که برا پرده و هدف اساسیشان این است که حکومت از مردم فاصله بده و یک فاصله ای را ایجاد کنه، که در این قسمت باز نقش ژورنالیست ها و نقش دیگر مردم ما بسیار برجسته است.
هر چیزی را که اگر شما میشنوین خواهش مایی است که دروازه‌های ما خب روی همگی باز است. هر وقت که شما خواسته باشین در مورد هر موضوع بیاین، ما براتون وضاحت میدیم تا جایی که معلومات پیش ما میباشه. در قسمت طرح امنیتی غرب کابل این مسئله بارها مطرح شده و حالا آخرین مجلسی که ما وزیر صاحب داخله داشتیم سر از این مسئله بحث شد و تلاش ما ایست که یک راه بسیار خوب پیدا شود. اما تنها مسئله غرب کابل نیست، سر تا سر افغانستان ما و شما میبینیم که می حالت است، در تمام نقاط افغانستان است، در تمام نقاط کابل است. ما در تلاش هستیم که یک طرح سرتاسری به کل کشور به کابل خصوصا داشته باشیم که غرب کابل هم شامل از این برنامه و پکیج میشه.